به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود بینندگان گرامی و هموطنان ارجمند، به برنامه خودتان با چیگب خوش آمدید. همراه بنده برادر بابا جان قیومزاد هستند و مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از فروش یگانه بعضی لیژرانی صفحه دارک که توسط حکومت جمهوری تاجیکستان. حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که بعضی صفحه دارک، یعنی یگانه مرکز لیژرانی در کشور رو به شرکت به نام صفحه دره فروخته است. یعنی با مبلغ چند؟ با مبلغ حدودی 2 میلیون سومانی، حدودی 2 میلیون سومانی، یعنی چیزی حدودی 200,000 دلار، 200,000 یا بیشتر از 200,000 دلار. و باید یادآور شد که این بازه، این مرکز لیژرانی یگانه می باشد و این در سالهای 1970 عصر گذشته در عهد شوروی بنا شده بود و واقعا در سال حدودی بیش از 3,000 آدم از اینجا دیدن میکند و جایی هست که خیلی کلان هست. ولی متاسفانه حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت رئیس کمیته سرمایه گذاری گفته است که قبلا صفحه دارک در اختیار کمیته جوانان ورزش و سیاحی بود و احوال آن نه آنقدر خوب داشت، برای همین حکومت قرار کرده است که این بازار را به فروش بگذارد. ببینید صفحه دارک با این حجم، با این یعنی که صفات و خصوصیات های دارد، با فروختن به شرکتی که معلوم هم نیست صفحه دره، و در همون روزی مزایده تنها دو شرکت مشارکت کرده است و با مبلغ یکیشان برنده شده است و حجمی عجیب، این قدر مرکزی کلان با حجمی حدود 2 میلیون سومانی. این 2 میلیون سومانی در مرکز دوشنبه یک خانه دو حجره هم 2 میلیون سومانی است، یا در دیگه جوش خانه بسیار عادی 200,000 این یک چیزی عادی است. ولی این مرکز، این بازه کلان رو با این خصوصیت های داره که یعنی یگانه مرکزی لیژرانی است، یعنی چرا چنین شده است؟ شما ببینید حکومت در چندین روزهای گذشته، مخصوصا در اخبار اگر شما دیده باشید، بحث سری خصوصی گردانی غیر قانونی بود، درست؟ بله. در تمام اخبار می آمد که فلان آدم اینقدر چیزها رو غیر قانونی از خود کرده است، خصوصی گردانده است، بیش از صد انشاءات و بیش از نمیدونم چی و چی. شما این سرخطی همه اخباری که چند روز قبل است، درست؟ بله. ولی در تمام این خصوصی گردانی ها خریدار معلوم است و یعنی یک عمل غیر قانونی معلوم است، ولی شخصی جنایتکاری که این عمل غیر قانونی را انجام داده است معلوم نیست. در تمام این جنایت هایی که به کلای به سر مردم بار کردن که این غیر قانونی فروخته شد، این غیر قانونی فروخته شد، در تمام کشورهای دنیا یک اساس وجود دارد، یک اصل وجود دارد. هر کسی که غیر قانونی یک کار انجام داده است، خریدار جوابگو نیست، درست؟ بله. مسئول کسی است که اون را فروخته است، در زیر اون امضا گذاشته، در زیر اون امضا گذاشته است. ولی در ما هیچ جنایتکاری وجود ندارد، کسی اون را فروخته است هیچ کس بر اون کاری ندارد، ولی اینجا جنایتکار فقط خریدار دانسته می شود، مخالف تمام معیارهای دنیا. خب این یک طرف دیم، برمیگردیم به اثری صفحه دارک. اول بیاییم ببینیم که در خود همین ورزاب یک دچه معمولی چقدر ارزش داره؟ تصور کرده میتونید که در ورزاب ما یک دچه معمولی که خورده که قیمتش 200,000 دلار باشد شاید پیدا نکنیم، اصلا وجود ندارم، چون واقعیت هستیم، چون که منطقه تفریحی است و درآمدزا است، اونجا جایی نیست که اونجا مشتریان زیاد همین، بله، مشتریان زیاد میاد اونجا، جایی یکی از جو منطقه های گرانترین کشور است. بله. ولی در همین منطقه یک زمینی کلان، اون هم زمینی که شما تصور کنید در اونجا میتوند مکانی تفریحی باشد، میتوند رستوران باشد، میتوند گستنیچه باشد، تمامی چیز میتونه در اونجا باشد، اون چیزهایی که لیژرانی که برو میبرد میارد، تمامی چیز
میتونند تمام اینها چی باشد؟ درآمد ایجاد کنند، درآمدزا باشند، درست؟ ولی تمامی همه این امتیاز رو به یک شرکت نامعلومی گمنام مثل همون شرکت هایی که قبلا وجود داشت، بله، صاحبش نامعلوم، باز هم همون آش و همون کاسه است. ببین چی است؟ مگر اگر این واقعیت باشد، این مشکل نداشته باشد، این اگر چیزی نباشد، چرا صاحب شرکت مشخص نمی شود؟ چرا اعلان نمی شود؟ شرکت IRS وقتی که دربارش سخن به وجود آمد، گفتن که از فلان است و از این است و آن آن و اینش مخفی هست و صاحبش پنهان است و غیر اعلان نمی شود و این و وای، درست؟ چی مخفی است؟ بله مخفی گذاشتن. این چگونه کشور است که حتی شرکت های تجاریش مخفی می شود؟ حتی نمیدون درآمد وزیراش مخفی میشوند، مؤسسان و رئیسانش، مؤسسان و رئیسانش مخفی میشوند. این گونه شرکت در کجا دیدید شما؟ تنها در کشوری میشود که دیکتاتوره وجود دارد، تنها در کشوری میشود که شفافیت نیست و تنها در کشوری میشود که کروپسیا و فساد به اوج اعلاش رسیده است. این ضرر، این ضربه به کی است؟ شما یک بار تصور کنید اگر این همین سفیدورک مالی حکومت میشد و درآمدی اون بیگزارس که حکومت برای اون سرمایه گذاری میکرد یا حداقل در اختیار وزارت همون کمیته ورزش و سیاحی میماند، یک قسم اونه سهمیاش هم میفروختن به یکان شرکتی که میامدن با اون میساختن، ولی رشد میدادن اصلی بلی. با اون یعنی نرخ اصلی، قیمت اصلی، نه با این قیمتی. درست. اگر با حجم قیمت اصلیش 30% سهمیه این را، این 30% این را میفروختن به یکان شرکت دیگر، بله، با پول اون تمام این میتونست به شکل بهتر ساخته شود و اینجا یک جای مکانی درآمدزا برای کشور شود، بله. ولی این شرکت سفیدره مالی کدام یک آدمی مخصوصی نزدیک به حکومت یا از خیش و تبار کدام منصبدار یا پرزیدنت است، برای همین میآیند به یک قیمت ارزان میفروشند تا که اون صاحب این درآمد کلان شود و دیگر مردم بیچاره باز هم راه کولابارش باشه و راه روسیه و راه دربدری دیگر کشورها. اینجا هم یک چیزی، یک لغزش و یک چیزی هم هست که سفیدره، شرکت سفیدره، بله، مثل این که این شرکت رو به خاطر همین سفیدره ساخته شده است، ساخته شده است، تأسیس شده است، درست است، معلوم است که ساخته است. حتی یک نفر هم، یک کاربر اینترنت هم گفته است که 200,000 دلار علامت خطاب مانده است که تعجب. بله. بعد شما باری کبیری و نظرزاده و زیدی آخر اینقدر بعضی کلان رو با مبلغ یک حجره نو در دوشنبه فروختن، این بناموسی است. کنی اگنتی فساد یک از نظر گذاراند که تا چی درجه این بعضی با 200 دلار برابر شده است. میخندیم مختلف و گریه میکنیم. بله. ببینید مسئولین ما باید دیگر این درک کنن که این گپ ما تنها نمیگویم. اون چی که ما امروز از اینجا گفته ایستادیم درد دلی ان همون مردمی است که امروز شما بالاش این مصیبت ها را آورده ایستادین. همین جایی که مردم خودشون در پایان این نوشته کامنت شون میگذارن، درد دلشون میگن، این هم دلیل این است که مردم درک میکنن دیگه. واقعا هم مردم میدونن امروز، بله، و ما امروز اگر از اینجا حرف میزنیم با مردم، درد دلی مردم میگیم، واقعا مردم خودش میدونه که ما جای واقعا جای مناسب است اینجا که ذکر کنیم اینا که کمدرون ما باید درک کنند دیگر که ما اون چی که میگیم نه به خاطر اختلاف انداختن، نه به خاطر جنگ یا که ناآرام کردن است. ما واقعا میخواهیم اصلاح شوید، ما میخواهیم به مردم ظلم نکنید، ما میخواهیم حق مردم رو به اونها بدهید. نه. چرا من وقتی که امروز در ترکیه به مردم ترکیه نگاه میکنم میبینم که تمام شرایط را دارد، وقتی به اون نگاه میکنم یک زندگی مرفه، آزاد، بسیار راحت دارد، چرا مردم ما این حق را نداشته باشد این گونه زندگی کند؟ چرا ما فقط برای مردم همین را میخواهیم؟ و اگر امروز این را میگویم که شما 200,000 دلار یک زمین کلان را فروختید به یک شرکت نامعلوم، این مگر ناامنی است؟ مگر این ناآرامی است؟ بله. ما ناآرامی نمیخوایم، ما میخوایم انا همین ظلم شما، انا همین دروغ شما، انا همین فریب شما با مردم آشکار شود و شما دیگر این ظلم، این دروغ و این حق خوری مردم رو بس کنید. مسئله دیگر هم هست اخیر. بله. حاضر معلوم نیست که این شرکتی که امروز این را خریده است توانی این را دارد که سرمایه گذاری کند در اینجا تا این آباد شود.
مثل همون کارخانه هایی که باز کردن جای کره که همیشه ادعا میکنن در تلویزیون ما نمایش داده میشود که جای کره باز شد بعد یک هفته بسته میشود. من نگران اینم، این بعد یک هفته یا بعد یک ماه یا بعد یک سال این هم با این تعدادی خورده که مونده است از این، این هم این رو هم از دست ندهیم یک بار با مدی اینها. واقعا اینها آیا توانش دارد که این را آباد کند؟ این خیلی عجیب است واقعا. این بخش جای بحث از نامش معلوم است، سفیدره. یعنی اینه که این شرکت خاص به خاطر سفیدره تأسیس شده است و فایده های به جای به چند مقامدار می رود و این ملت بیچاره باز عذاب می کشد و مثل که شما بگید. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفته است که ممنوعیت و سازمان تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی بوده و یک سپرش سیاسی است. بله واقعا هم وقتی که این نه تنها حزب سوسیال دموکرات و رحمت الله زاهیروف، تمام سازمان های بین المللی دنیا این را قبول کردن که این چیز غیر قانونی است. فقط این حکومت تاجیکستان است که با هدف های مغرضانه سیاسی این حزب تروریستی اعلان کرده است. سازمان های بین المللی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو همچون سازمان تروریستی قبول نکرده است. بله. و این واقعیتی هست که حکومت داران ما باید درک کنند و آهسته آهسته میرسد به اون جایی که به اشتباهشون پای میبرند و میفهمند که چی خطای بزرگی را صادر کردند. و ما امیدواریم که از این خطا ملت تاجیک، کشور ما ضرر زیاد نبیند، زیرا که ما واقعاً میگم اینا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل وقتی که بود تمام تلاش را میکرد که هیچ ضرری، هیچ یک مشکلی برای کشور پیش نیاید، کمترین مصیبت برای کشور پیش نیاید. همیشه به همین خاطر بود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تمام فشارها صبر کرد، تحمل کرد و هیچ گاه دست به هیچ کاری نزد. بله. ولی با تهمت اون رو بستن. بله. ولی ما واقعا نگرانیم امروز و امیدواریم که بله. از این اشتباهشون حکومت داران پای ببرن و از خدا میخواهیم که به خاطر اشتباه این یک طایفه بله. مغرض ملت و کشور ما ضرری کلانی نبیند و آرامش و ثبات در وطن همیشه حفظ باشد. واقعا مثلا من اظهاراتی سازمان های بین المللی رو مطالعه کردم، اونها به یک چیزی خیلی عجیب اشاره میکنند. وقتی که میگویند که حکومت حزب نهضت رو تروریست اعلام کرد، اونها پیش از این میگویند که حزب نهضت پیش از این از سال 2010 موارد فشار و تعقیب قرار میگرفت. یعنی این کار اگر واقعا بی‌غرض میبود، این کارهایی که 5 سال پیش از این میشد، این کار یعنی حکومت اصلا در فکری بستن بود ده. و این را یک بهانه تراشیدند و حزب نهضت را از صندور کردند و همچنین اقدام های اخیر جامعه جهانی و بخصوص کشورهای همسایه و منطقه نشان می دهد که نه همه کشورها و اکثر کشورها با این تعامل حکومت تاجیکستان با حزب نهضت و تروریستی اعلان کردن آن راضی نیستند. نظرسنجی در مورد خوش آمدگوی پیشتوز کشور که رو میدونید که در تاج نیوز نشر رسید و نتیجه نظرسنجی این بوده است که مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده 10% رو گرفته است. یعنی به این معنی که اونها چند نفر رو گذاشتند و گفتند که شما به اینها آواز میدید و باز در یک نقطه این نظرسنجی این بود که همه اینها چی هستند؟ تملق کردن است می شوند و 60% یعنی 90% اونهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتند که واقعا تملق کار هستند و در حکومت ما تملق کاری وجود دارد و خیلی زیاد است. درست است. این واقعا تاج نیوز با این برنامه های نظرسنجی اش خیلی در جامعه جا پیدا کرده است و در حکومت ما معمولا تملق کاری به یک اصل تبدیل شده است و این مشکل است که ما دیگر بگوییم که مثلا فلانی تملق کار بیشتر است یا فلانی تملق کاری بیشتر است. امروز به اصطلاح همون معیار انتخاب و معیار
بگیم شایسته سالاری نه معیار انتخاب کادر و معیار بالا بردن رتبه و بله. به مقام معیار به مقام رسیدن امروز کاملا همون تملق کاری چاپلوسی صداقت به یک شخص همین است. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که امروز اگر تملق کار نباشد چاپلوس نباشد اگرچه شایسته هم باشد همچنان که سهراب شریف بود بله. تملق کار نبود بله. چی شد؟ همچنان که سید امیر ظهوروف یک انسانی واقعا وارسته یک انسانی واقعا والا مقام عبدالله نظرف ولی یا اینکه مثلا بوبخون محمدوف اینها شخصیت های واقعا شخصیت های بودن که تملق کاری رو نمیتونستند بله. شایسته بودن شایسته ها و انسان هایی که وارسته و واقعا سزاوار هستند توانی تملق و چاپلوسی و این را ندارن و همین خاطر است. ولی ببینید دوست عزیزم تملق وقتی ما تملق کاری میگوییم در کشورهایی که در اونجا دموکراسی نیست کشورهای سوم در کشورهایی که اونجا دیکتاتوری است تقریبا همه قشرهای جامعه تملق کار می شود. ببین در یک افیس می ره یک کارخانه می ره تقریبا همه شدن تملق کار رئیس بله. ببین و همین است که محمود عباس العقاد اون متفکر مصری می گفت که در برابر اینکه ظالم به جزایش می رسد در آخرت خداوند مظلوم رو جزا می دهد به خاطر اینکه در برابر ظلم ظالم خب کرد خاموش ایستاد اون رو پذیرفت و سبب می شود که این یعنی سبب ظلم اونها خود ظالم مظلوم است سکوت مظلوم است سکوت مظلوم است که امروز هم ما می بینیم که در کشور چنین متاسفانه یک فرهنگ شده است. برای مثال بیاید آشکار بگویم یک چیزی را که مردم درک کنند واقعا درست. شما ببینید حتی اگر یک نفر وقتی که در تلویزیون تاجیکستان تماشا میکنید شما با یک نفر مصاحبه میکنند خب صحبت میکنند با یک نفر اولی صحبت وقتی که شروع میکند مثلا اگر یک نفر معلم است خب از معلمی مکتب شروع میکنند بله. با سیاست های خردمندانه جناب عالی خب در ساحه مکتب سیاست خردمندانه جناب عالی در ساحه فیزیکا با تشبوسی جناب عالی می روید در ساحه کشاورزی با تشبوسی جناب عالی با می روید در ساحه استرونومیا با تشبوسی جناب عالی می روید در ساحه پزشکی در تندرستی با تشبوسی جناب عالی نخود یک نفر به اصطلاح دیگر خود تمامی چیز را بدوند این همش خودش چی است آخر این تبلیغ یعنی همون تملق کاری است این مصیبت است این به حدی رساندن که از یک نفر دیگر نمیدونم واقعا در تمام جا سخن همین است. سودی کنستیتوسیونی تغییر سرقانون تغییر الهه با سرقانون را تایید کرده است و منتظر شاید احتمالاً که ماه می آینده این برای گذاری عمومی گذاشته شود یعنی سودی کنستیتوسیونی و گفته است که این موافق همه یعنی منافع کشور بوده و بخصوص به حیات سیاسی جوانان چی میکند کمک میکند به اصطلاح رشد بکند بخیر امیدواریم الهه هایی که یکی برای الهه هایی که برای پدر یکی برای پسر یکی برای زدنی مخالفین بله دیگر چی داریم در این محدود کردن آزادی همین است الهه ها بله. چی است دیگر واقعا دیگر ما جای حرف نداریم در این الهه ها یکی الهه این است که 4 سال دو دوره 4 ساله پرزیدنتی و 7 ساله پرزیدنتی با پیشوای ملت ربط ندارد با کی است؟ با پدر این است که از 35 ساله به 30 ساله آورده شود قانونی سین نامزدی به پرزیدنتی خب این چی است؟ اینش با پسر با یک آیله ربط دارد تمام قانون ها قریب از اینش هم با دستوری همون پدر و پسر شاید
کی مثلا قانونی حزبی نهضت اسلامی تاجیکستان یا حزبی با خاراکتر دینی و ملی حتی ملی واقعا عجیب است. پس با کدام چیز باید حزب در تاجیکستان فعالیت کنه؟ پس اینجا هم سوال میاد که اگر این حزبی پس قانونی تاجیکستان اونی که قرار سودی عالی نسبت حزبی نهضت پس نو درست بود، ولی به خاطر اینکه این تغییر قانون بعدی قرار سود برآمده است، در حالی که اگر شما مثلا این محدودیت رو پیشتر می گرفتید می گفتیم که درست، ولی علاکه سود قرار شد برآورده است و بعدی سود شما سعی میکنید که این محدودیت یعنی یک احزابی با خرکتر دینی و ملی داشتن رو ممنوع میکنند. درست است، متاسفانه همین است. بله. هرچی که ما در این چند سال اخیر میبینیم از قانون ها یا محدود کردن است یا از بین بردن است یا به نفع یک اویله یا یک گروه. بله. یک منصبدار، متاسفانه غیر از این دیگر قانونی به نفع ملت ندیدیم تا حال. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک وعده داده است که سال روان محدودیت در تأمین مردم نواحی بی‌نوروی برق بر وقت‌تر لغو خواهد شد، یعنی لیمیت برق را بر وقت‌تر لغو خواهند کرد. ولی به نظرم این انتخابات پارلمانی نیست که یک ماه پیش در ماه فوریه ها به نظرم با سال گذشته ماه فوریه همین روزها بود که اونها چرا من کرده یعنی لغو لیمیت رو برداشتن و معلوم بود که به خاطر چی؟ به خاطر امتیاز گرفتن در انتخابات آینده که پر از تقلب گذشت. و حالا میگویند که برق تاجیک این میکند، برق تاجیک اخو من نمیدانم دوست عزیزم که این برق یک نیم میلیارد سومونی قرض دار میشود. چرا کسی نمیپرسد این برق تاجیک رو که بسیار خوب شما 500 میلیون سومانی رو که از چه از سنگتوده یک قرض رو بدید هم گجا شدن، این ها رو چرا نمیپرسند؟ این اجانس زید فسود کجا شده است که بپرسد که این قدر پول از کجا رفته؟ ببین یک نیم میلیارد چی شده. این شرکت از جمله از سنگتوده یک 505 میلیون سومانی، از سنگتوده دو 315 میلیون سومانی و از اندوس 164 میلیون و دو سال پیش هم سال 2014 250 میلیون بیش از 250 میلیون سومانی بخشیده شد. من حیرانم که این برق تاجیک اینقدر پول یک نیم میلیارد سومانی. بله واقعا عجیب است. این مثل این است که در تاجیکستان ما گاو یا خر با بار و بندش در یک جا گم شود، خر در این خونه میآید و گم می شود. واقعا برق ما پولش معلوم است که اینقدر پول باید باشد، برق هست. بله. پولش کجا می شود؟ کی می گیرد این پول رو؟ عجیب است واقعا. باید مردم بپرسند. باید همین آژانس ضد فساد یک بار نمیگوید که رئیسی برق تاجیک رو که بسیار خوب این 1.5 میلیارد سومانی کجا شد؟ فکر کنید اگر 1.5 میلیارد سومانی با بودجه می رفت امروز معلمان ما مشکلی به دیر شدن معاش، این مشکلی دیر شدن تأخیر معاش رو نداشتن. همچنین اون مویسفید ها و اونهایی که نفقه می گیرند، یعنی همه اینها چرا اینها برای اینکه ببین مثل این برق تاجیک 1.5 میلیارد سامانی قرضدار می شود کسی این رو نمیپرسد که این برخ ها شما اینقدر پول رو کجا کرده. نقطه هم همین است. دگیر خسرو و خوار جواب داده است و چیانه که می دونید در خوار یک نفر به نام رستم اینها اونها نوشتند که ادوکات های بین المللی که برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان حزب نهضت رفته بودند به تاجیکستان اونها رو گفته بود که اینها ادوکات های نودعوت شده ای شیطان ها هستند، یعنی ببین این تحقیر است. ولی در متاسفانه این تحقیر نسبت بازداشت شدگان که حالا حکم قانون قرار سود نبر اومده است، هیچ کس حق ندارد اونها رو
اونها متهم هستند. بله. اونها تا حال مجرم جنایتکار شناخته نشدند. ولی در خبرگزاری رسمی اونها رو شیطان میگویند. کی میگن اینها ادوکات های شیطان ها هستند، دیو ها هستند. خب تا این حد تحقیق در یک خبرگزاری رسمی این واقعا جای تعجب است. و دگیر خساوو هم به اونها جواب داده است که من میگویم که اینها کسایی که این مؤلف این مقاله کسی است که کم عقل و کم اندیشه هستند و گفته است که خدا من دعا میکنم که اینها خداوند عمرش دراز کند که روزی بیاید که نتیجه اون ظلمی که در حق خواهرها و برادرها و هموطنان خود کردن اونها را ببیند. و بعد همچنین در اینجا گفته است که از بروسلی اقتباس آورده است که یسلی واس کریتیکویدس تو значит ви все делаете правильно потому что люди нападают на всякого у кого есть мозги. بله. یعنی اون مردم میگوید که اگر شما رو کسی انتقاد میکند به خاطر این انتقاد میکنند که مردم آدم های چی را با عقل، اونهایی که عقل دارند اونها را انتقاد میکنند. و از این انتقاد کرده است و در سامانه پیامنت هم این منتشر شده است ردی. یعنی چرا در یک خبرگزاری رسمی نسبت اون بازداشته هایی که خود در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار میگیرند، مورد فشار روانی قرار میگیرند، باز در افزون بر این اونها را شیطان ها و دیوها میگویند. شما ببینید وقتی که در جامعه ما نه یکان آزادی هست، نه یکان عدالت وجود دارد، هر کس رو به هر چیز متهم میکنند، از این بدتر هم میگویند، اونها را تروریست میگویند. بدون اینکه چیزی به اونها ثابت شده باشد. برای مثال خواهر ما ظرفا چی تروریستی دارد؟ شما تصور کرده میتونید؟ دوملو زبیدالله کجاست تروریستی او؟ اون مسفیده که امروز در کنج زندان بردن جوش کردن، کجاست تروریستیش؟ همون مسافری خاندانی که همیشه همه رو نصیحت میکرد، همیشه در لبش خنده بود و با همه یک با یک مهربونی و صمیمیت عجیب صحبت میکرد، کجاست تروریستیش؟ یا سیف الزاده که بجز قلم هیچی نداشت، یا عبدالقهاری که واقعا هم جوانی نمونه، بله واقعا هم تمامی مبارزه و تمامی تلاشش در روی کاغذ بود با قلم، یا برادر قیام الدین، یا قیام الدین که واقعا اینها آیا نمونه واقعی این یک انسانی وارا وارسته اینها بودن، ولی امروز اونها چی شدن؟ واقعا ولی امروز چی شدن؟ امروز اونها متهم به چی هستن؟ تروریست هستید. مطمئنم کسانی که امروز ما رو میبینن و قیام الدین رو میشناسن، از کجا شما باور میکنید که قیام الدین تروریست بود؟ همچنانی که من شما واقعا تصور کردن نمیتونیم، تصور کردن نمیتونیم که قیام الدین تروریست باشد، یا دوملو زبیدالله یا دیگر این برادرای ما، همسایه ها و خیش و تبار و دوستان اونها عین من و شما هستند. کسانی که اونها رو میشناسن مطمئن هستند که این برادران هیچی نیستند، نه تروریست نه هیچی، تنها گناهشان این است که عدالت میخواستند. بله. و متاسفانه به خاطر نبودن این همین عدالت اونها امروز در زندان هستند. افزون بر این اونها را شیطان ها و دیو ها اعلان کردن، اون هم در یک خبرگزاری رسمی کشور. این هم جزی همون معادلتی است، این هم ظلمی دیگر است که بالای اونها میکنن. واقعا این هم ظلم است. وقتی شما یک نفر را نخود که انسان به این درجه یک حکومت، از طرف دیگر این نشون میدهد که اینها چقدر به قهر آمده هم. بله. چقدر زورشان آمده است از اینکه بله. یک گروه واقعا میخواهند که عدالت در کشور ما جاری شود و دیگر جامعه جهانی درک کرده است که در کشور ما عدالت نیست و اینها درک کردن که اونها رو جامعه جهانی مردم کشور همچون ظالمان میدونند، نه همچون مسئولان عدالت پیشه. و طبیعی است که پایه ظلم پاینده نیست. یعنی ببین بوز ما مثلا اینها اگر این ادوکات هایی که رفتن اگر با اونها خوب تعامل میشد، بله البته، پس آخر چرا بازداشته های حزب نهضت اینقدر مسئله شون پرونده شون حساس است که نباید کسی صحبت کند؟ بله.
و باید مخفی باشد. و باید یگان ادوکات جرأت نداشته باشد، چه از داخل و چه در بیرون، که از اونها صحبت کند و حق حقوق از اون حقوق اونها دفاع کند. و باز وقتی که یک دو نفر میروند اینقدر موردی فشار قرار میگیرند در بازگشت، باز اینها ادوکات توجیک نیستند که شما برید اون بیچاره را روانه زندان کنید. شما صحبت میکنید، اونم آزاد هست، صحبت میکند. خود رو درگیر کردن با ادوکات ها، همین سوال که اونجا چی کمبودی هست که اینها پرونده بازداشت شده های حزب نهضت و ادوکات های اونها رو اینقدر حساس و مخفی میخوان نگاه بدارن. اگر واقعیت باشد بیایید شما با ادوکات ها بفهمونید، بله، اثبات کنید با اونها که اینها تروریست هستند، اینها جنایتکار هستند، اثبات کنید. آسان ترین کار همین است. در یک قضیه اگر بین دو نفر بحث می شود، بله، این طبیعی است، همه، بله، مردم عادی هم اینا درک کرده می توانند، بله، درست. اگر بین دو نفر جنجال است، جنگ است، دعوا است، بیایید معمولا در دهه ها هم این طور است، خیلی است. مثلا خب شما حرفتون رو بزن، گپتون رو بگو، شما گپتون رو بگو، حق با جانب کیست مشخص است، درست. ولی اینجا بیایید شما هم مثل همون با حداقل با ادوکات های خارجی مناسبتی درست کنید، بگویید که اینها با فلان 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 دلیل جنایت کار هستند. حتی شما نمیگذارید که شما نگذاشتید که اونها رو ببینند، ملاقات کنند با اونها. اقلا حداقل شما می اومدید با اونها، میفهموندید که اونها چی گناه دارند، بله، اگر شما راست میگویید. ولی شما به هیچ کس اثبات کرده نتونستید، نه به ملت، نه به این ادوکات های، نه به ادوکات های داخلی، به هیچ کس اثبات کرده نمیتونید که اینها جنایت کنند. برای همین میترسید، برای همین اونها را نمیدونم و تهمت میکنید. باز هم از خودتون هر چیزی که میخواهید میبافید و میگویید، چون که از اول تا آخر همش دروغ است. حکومت کاری میکند که خود را در همین مسئله بازداشت شده ها بسیار عصبانی نشان میدهد. بله. وقتی که از همین مثالی که شما آوردید که اگر دو نفر جنگ کنند، همیشه طرفی ضعیف، طرفی که گناهگار است و دلیل ندارد، همیشه عصبانی شده سر و صدا میکند. درست. امروز حزب نهضت همه این را با تحمل، با همه چیز قبول دارد و میگوید که بسیار خوب، شما اگر اونها رو تروریست میگوید، پس اثبات کنید. نه اینکه در این پرونده ها مهری مخفی زدن در کار و بسیار حساسی باشد که باید در این باره کسی صحبت نکند، بله. پس چرا این معلوم است که باید نباید حقایق حقیقت آشکار شود. در چین چه خیلی که میدونیم، بله، یک شهروند تاجیک اعدام شد و جسد اون رو به قریبی آوردن یا می آورند و 15 شهروند تاجیکستان نیز امروز با اتهام های سنگین، بعضی برخی از اونها به جزای اعدام هم محکوم هستند. وزارت خارجه تاجیکستان گفته است که سعی دارد که اینها استرداد شوند یا جزای اونها کمتر شود. و واقعا هم باید وزارت خارجه کشور هم وظیفه اصلیش هم همین است که درستان از اون شهروندانی که در خارج هستند از اون از حقوق اونها دفاع کنند. امیدواریم که این وظیفه شب بتواند درست انجام بدهد و از حقوق اونها دفاع کند، حداقل بتواند که حکم قتل اونها را برگرداند یا اینکه باز دارد و اونها را به وطن بیارند تا از نزدیکان و خویشاوندانشون حداقل بتواند اونها را در اینجا زیارت، بله، کنند و خبر بگیرند. با توجه به اون روابط خوبی که تاجیکستان با چین دارد، بله، باید از این روابط خوب استفاده برد و بتواند که دیگر شهروند تاجیکستان هرچند عیب هم داشته باشد، بله، به اعدام محکوم نشوند و یا استرداد شوند یا اینکه جزایشون امیدواریم که کم شود. ولی باز در دیگر این خبر هست که تاجیکستان دعوا دارد که شبنم خدای داده و اون فعال سیاسی را باز یعنی استرداد کنند از بلاروس. ولی سازمان یوستنا گفته است که این قضیه صرف سیاسی هست و نباید بازگردانده شود، زیرا اون که اگر اونجا رود یعنی تهدید به چی است، به حبسی شکنجه، حبسی طولانی زیاد هست. از این رو این سازمان از بلاروس این چنین درخواست رو کرده است. ببینیم، از یک طرف حکومت تاجیکستان دعوا میکند که شهروندهاش در دیگر جا
باید احترام یعنی جزای کمتر شوند از خود برخوردار باشند. از دیگر طرف این سعی میکند که اون فعالانی که از این ظلم و ستم گریختن یا فرار کردن اونها را دوباره برگرداند به کشور و به مثل این صد با اعضای حزب نهضت و ادوکاتای اونها به سالهای دراز محکوم کند. شما فرض کنید که اگر این ادوکات هایی که چنین کارو بین المللی اگر اینها تاجیک می بودند به سر اونها چی چیز می اومد؟ مثل بزرگمیر شاید امروز در کنج زندان بودند. ولی شما یک چیز دیگر را تصور کنید. ببینید امروز تماما ما در کشورمون یک به یک به کدام سمت رفته ایستادیم. من چند وقت پیش در یک در سایت اینترنتی خوندم که بله در کدام یک کشورهای اروپایی بود فکر کنم بله یک زندان به موزه تبدیل شده است. بله بسته شده است، یعنی زندان به موزه تبدیل شده است. دیگر زندان در اونجا چون زندانی ها کم شده است، جنایت سطح جنایت کردن قدر کم شده است که دیگر اون زندان زندان نیست، موزه شده است. در کشورهای دنیا معمولا به همین سمت دارن میروند، به همین سمتی که کاهش کردن جنایتکاری، کاهش دادن مثلا جنایتکاران و اصلاح جنایتکاران، نه زندانی کردن، تماما تغییر کرده از روی کار. به این ترتیب کم شدن خودی محبس. بله کم شدن محبس خونه، از بین رفتن محبس خونه. ولی در کشور ما در خبرها چند وقت پیش خوانده بودیم که باز چند زندانی دیگر می سازند. سه تا زندانی دیگر ساخته می شود. اینها برای کی ساخته می شوند؟ یعنی چی؟ یعنی حکومت می داند که در آینده نزدیک باید خیلی انسان ها رو زندان کنند، یعنی آمادگی به این گرفته است. حکومت ما آینده فکر به فکر این نیست که در آینده زندان ها رو کم کند، سطح جنایتکاری رو کم کند، یا اینکه مثلا یک اصلاحات به وجود بیارد که مردم زندگی بهتر داشته باشند و دست به جنایت نزنند. برعکس حکومت خودش می داند که با این سیاستی که پیش گرفته است و با این راهی که می رود افراد زیادی را باید زندانی کند و علاقه برنامه دارد که خیلی ها را زندانی کند و یک شبنم خدایده دو هم یکی از آنهاست. بله. و این زندانسازی به خاطر چیست؟ به خاطر همین زندانی کردن افراد بیگناه. ولی شما ببینید سه تا زندان به جای اینکه سه تا زندان ساخته شود، این قدر خرجی که برای اون می شود، به جای این اگر چند تا کارخانه بسازند که مردم نان خوردنش پیدا کند و سطح جنایت کاری در جامعه کم شود، بهتر نیست؟ بله. وقتی که این عوف عمومی که باعث آزاد شوی 11000 قریب بیش از 10000 زندانی شد، بسیار از کارشناسان شوخی آمیز ولی یک پیش بینی میکردن که بله. این آدم های جنایت کاران رو اونها رو میخوان آزاد بکنن تا اینکه در جای اونها فعالان سیاسی رو بله جای بدهند و واقعا هم همینطور شد که در بازداشتگاه امنیت به طوری که ما شنیدیم جای نیست برای بعضی جای ها، اونها خیمه گذاشتن یا دیگر ساخته ایستادن که تو اون بازداشت شدگان را نگه بدارن. واقعا هم واقعا این مصیبتی است که امروز ما داریم و امیدواریم که شبنم خدایداد و برگردانده نشود و هر چیز زودتر یک پناهگاه سیاسی پیدا کند از یک ظلم نجات یابد و یک مادر تاجیک باز اشک نریزد. بله دوستان گرامی، این بود برنامه بازچگپ. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان. سلام علیکم.